28 ربیع الثانی مصادف است با سال روز وفات علامه امینی رحمت الله علی عبدالحسین امینی فرزند میرزا احمد امینی در سال 1320 غمری در تبریز و در خانواده ای از اهل علم به دنیا آمد پدرش از اهمه جماعت و از علمای موجه تبریز بود و جدش مولانا نجف علی مشهور به امین و شرع و از همین رو نام خانوادگی ایشان امینی است. علامه امینی در مدارس تبریز مقدمات علوم را آموخت و پس از فرا گرفتن قرآن و مقدمات به تحصیل فقه و اصول پرداخت و در درس آلمانی چون سید محمد مولانا، سید مرتزا خسروشاهی و شیخ حسین معلف هدایت الانام حاضر شد. ایشان در 22 سالگی از تبریز به شهر مقدس نجف رفت و در درس آلمانی مانند سید محمد فیروزآبادی و سید ابو تراب خانساری حاضر شد. علامه یمینی در 35 سالگی از مراجع همچون سید ابوالحسن اصفهانی، میرزا محمد حسین ناینی محمد حسین غروی اصفهانی و شیخ عبدالکریم حائری یزدی اجازه اجتهاد و روایت دریافت کرد و به تبریز رفته و مجددا به شهر مقدس نجف بازگشت. علامه یمینی تعلیفات گرانبهایی را در طول هفتاد سال عمره با برکت خود برای جهان تشیع به یادگار گذاشت که شناخته شده ترین آنها کتاب القدیر فی کتاب و سنه و است که به القدیر معروف شده است. نگارش کتاب القدیر در حدود چهل سال به طول انجامید که روزانه 16 ساعت از وقت علامه به آن تعلق داشت. ایشان درباره منابع خود برای نگارش القدیر گفتند من برای نوشتن القدیر ده هزار کتاب را از ابتدا تا انتها خواندم و به صد هزار کتاب مراجعه مکرر داشتم. علامه امینی در القدیر با نام بردن از 110 تن از صحابه و 84 نفر از تابعین که حدیث قدیر را روایت کرده اند ولایت مطلقه اعمه معصومین علیه السلام را از طریق اثبات خلافت بلافصل امیر و علی علیه السلام اثبات کرده و سپس ولایت غیر معصوم را نفی نموده است. سرانجام علامه امینی رحمت الله علیه در روز جمعه 28 ربیع الثانی 1390 قمری و در سن 70 سالگی درگذشت. پیکر علامه امینی پس از فوت ایشان در شهرهای تهران، بغداد، کازمین، کربلا و نجف تشییع شد و پس از تواف دادن بر گرد آستان مقدس علوی به وسیعت خود وی در حجره ای از کتابخانه امیر علیه السلام که خود بنیانگذار آن بود به خاک سپرده شد. این کتابخانه در زمان تأسیس 500,000 هزار عنوان کتاب در زبانهای مختلف و حدود هفتاد هزار عنوان کتاب خطی داشت کتاب امروز بر تعداد آن افزوده شده است. برخی از نزدیکان علامه امینی با توجه به سلامت جسمی ایشان علت فوت علامه را ناشی از مطالعه زیاد اشتغال بیوقفه به نوشتن و مراقبت دائم در کار کتابخانه دانستند